بله سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیزی که تا این وقت شب قرار است این برنامه رو ببینن و خسته نباشید جانانه برای شما همچنین شما خانم فرانی من سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم خب خوشحالم آقای عیاری تشریف آوردید و خوشحالم که بالاخره خانه پدری به نمایش در اومد الان حالتون خوب هست؟ اگر فیلم پروانه نمایش دریافت کنه حالا خب نه من تمام کسانی که در این فیلم حضور داشتن بازیگران محترم و از این فیلم همه خوشحال میشن دیگه اگر این اتفاق بیفته شما حالا فیلم به نمایش در اومده شما حالتون خوب هست بالاخره بعد از خب من خیلی خوشحالم بعد از 3 سال بالاخره این فیلم به نمایش در اومد ولی همونطور که آقای عیاری میگن فیلمو باید مردم هم ببینن حالا البته خیلی از مردم دیدن اونایی که دوست داشتن تو جشنواره ببینن معمولا فیلمو رو دنبال میکنن ولی واقعا اجازه بدن فیلم خانه پدری که واقعا به نظر من یکی از بهترین فیلم‌های جشنواره بود نه بخاطر اینکه من بازی کردم این رو من با مردم فیلم رو دیدم اینو واقعا مردم میگن و خیلی از تهیه کننده ها وقتی فیلم رو دیده بودن اعتقاد داشتن که یکی از بهترین فیلم‌های جشنواره است حیف بود بله امروز خیلی جمعیت خیلی زیادی اومده بودن همه اومده بودن که فیلم شما رو ببینن و فکر می‌کنم همون با لذت دیدن فیلم رو هم تشویق‌ها مشخص بود متأسفانه خودم حضور نداشتم نتونستم به موقع برسم به اینجا من اینو در جمع نبودم خب آقای عیاری یه مقدار در مورد خانه پدری بد نیست هر چند تو اخبار و اطلاعاتی که تو مطبوعات منتشر شده بود در جریان هستیم اما چرا این اتفاق برای خانه پدری افتاد اتفاق توقیعی بله اینکه به هر حال مدت ها به نمایش در اومد ناشی از چی بود آقای عیاری به نظر من و بسیاری از کسانی که فیلم رو در طی این یک هفته اخیر دیدن که بدون اغراق شاید چیزی در حدود 100 نفر به من گفتند که کاملا واهی بود این توقف یک سوء تفاهم و من هم خب بیشتر متاسف میشم وقتی میبینم که عامه تماشاگران فیلم کسانی که با فیلم برخورد داشتن این نظر رو دارن 3 سال کم نیست درسته ببینید خیلی عجیبه در مورد خانه پدری نظرات بسیار متضادی با هم وجود داشت یه دی میگفتن به حال یک فیلم نیست که به یک داستان یا قصه میپردازه یه دی میگفتن که این فیلم از اون فیلمایی است که ممکنه برای تماشاگر آسیب پذیر باشه حالا لازم روایت من خودم سکانس ابتدایی که خیلی مشهور هم هست و شما هم در جریان هستید یه دی میگفتن اصلا این فیلم خیلی مناسب جامعه امروز نیست تحلیلش تحلیل خیلی مناسبی نداره کدوم رو شما بهش اعتقاد دارید و در موردش صحبت دارید خب البته ببینید هر کس این حق رو داره که راجع به چیزی که باهاش برخورد میکنه در عرصه سینما اگر بگیم هر فیلمی رو که میبینه باهاش برخورد شخصی خودش رو داشته باشه تردیدی نیست یک نفر ممکن از فیلمی خوشش بیاد یک نفر ممکن خوشش نیاد این هیچ ایرادی نیست و من هم نمیتونم در مقابل یک چنین نگاه‌های متفاوتی جپی داشته باشم ولی صحبت سر این است که کسانی به خودشون اجازه میدن که داوری کنن به این معنا که ممکنه لحن و گویش این فیلم یا مسئله مطرح شده در این فیلم با به طبع مردم نباشه چون این نیست بله ممکنه یک صحنه در فیلم باشه که تکان دهنده باشه برای تماشاگران اما مصرف این صحنه به گمان من بسیار لازم است برای اینکه فیلم رو کاملا در ارتباط با تماشاگر قرار بده به فیلم منگنه بشن تماشاگران و بچسبن و بتونن این فیلم رو که داستان خیلی پیچیده ای نداره و گره های دراماتیک خاصی هم در لحظات بعد از اون صحنه اول نداره درک کنن دریافت کنن آنچه رو که مطرح شده و بتونن با فیلم ارتباط برقرار کنن و اون زیرزمینی که جنازه در اونجا دفن شده تا به پایان فیلم هیبت خودش داشته باشه مخوف به نظر برسه و پنهانکاری اهالی مردانه این خانواده هم منطقی تر جلوه کنه میتونم از آقای عیاری بپرسم هرچند من فیلم رو دیدم ولی بینندگان مطمئنم خیلی ها ندیدن آقای کیانوش عیاری در خانه پدری به چه نکته ای میخواست اشاره بکنه که این همه روش بحث و نظر بود حتما یک دغدغه است حتما یک دغدغه است و این قابل طرحه مثل هزاران هزار ایده و تم که در تاریخ سینمای ایران و جهان ممکنه شما به من فیلم ساز بگید شما یک موضوع رو مطرح کردین شما باید برداشتتون رو بگید اینو قبول دارم اما میخوام از زبان شما بشنوم نه اینقدر نمیخوام
برونگو باز باشه و بگم که هر کسی یک برداشتی داشته باشه. کاملا معلومه چه چیزی داره مطرح میشه، تعصب کور و چیزایی که چاشنیش میشه مثل خشونت. این ریشه در تعصب کور داره و این تعصب رو قرار هست که ما به هر حال مذمتش کنیم، چه در عرصه سینما، چه در عرصه ادبیات و هر عرصه دیگری باید این رو مذمتش کرد، خشونت رو. خب سینما هم یکی از اون رسانه‌های نیرومند و نافذ است که میتونه به خوبی تأثیر رو اگر منفی هست روی تماشاگر بذاره. درست، یعنی یک نقد اجتماعی که میتونه با نمایش اون هرچند شاید تلخ باشه ولی میتونه سازنده باشه. الان بحثی که الان در فیلم‌های اجتماعی هست این گونه است، یه دی میگن فیلم‌های اجتماعی تلخه و ممکنه تاثیرگذار نباشه، اما برخی معتقدن نه، فیلم‌های اجتماعی هستن که احتمال داره قصه تلخ و خشونت باری داشته باشه اما نتیجه‌اش تأثیر مثبت یا سازنده‌ای برای اجتماع داره. کاملا. ببینید آقای ولو، به هر حال تعداد زیادی در هر سال در این کشور فیلم ساخته میشه که بخش قابل توجهی از این فیلم‌ها تلخ نیستند. ممکنه فیلم‌های کمدی باشن، طنز باشن، فیلم‌های خانوادگی باشن و پلیسی، جنایی و انواع اقسام فیلم‌هایی که به هر حال تجربه شده در این سینما. بایستی مسلماً این حق رو به عده‌ای از فیلمسازان داد که اینها بتونن موضوع رو پرداخت کنن که این موضوع از منظر منتقدین، بله، منتقدین اجتماعی سیاسی رو دارم عرض میکنم، نه منتقدین سینمایی رو، خب تلخ باشه. آیا بایستی اونها حق چون این روی کردی رو نداشته باشن؟ این حق طبیعی اوناست. بله، من هم یکی از اونایی هستم که وقتی تلخ میبینم چرا بایستی بیام نگاهم رو پنهان کنم و فیلم شیرین و مفرح بسازم؟ البته اگر ذهن من آمادگی داشته باشه دوست دارم من هم فیلم مفرح بسازم. بله بله، ساختین شما تو آثارتون هست این، بله، فیلم ها. این هم یکی از ژانرهای اجتماعی که ساختین. شما فیلم های متفاوتی هم دارین، اما نکته ای که هست اون بحث سیاسیون که مطرح کرد، نگاه سیاسیون. برخی یه اثر سینمایی رو که میبینن حکم صادر میکنن. من قبل از حضور شما در استودیو در سر مقاله خودم هم اشاره کردم، متاسفانه نگاه های حکم صادر کردن یه مقدار خوب نیست. اگه اثر سینمایی رو اجازه بدیم تو یک بستری در آرامش دیده بشه، همه به تحلیل و ارزیابی بپردازن، بهتر از این که حکمی صادر بشه که منجر به یک شاید مثل توقیف فیلم خانه پدری بشه. به هر حال ببینید آقای گولو، سالهای طولانی همین حکم صادر کردن ها، همین نظارت هایی که گاهی اوقات از حدود حتی قانونی خودشون فاصله می گرفتن و تبدیل می شدن به سلاحق کاملا شخصی، ما رو، ما فیلمسازان ایرانی رو به عرصه خودسانسوری سوق دادن. خودسانسوری دیگه گفتنی نیست و نباید تکرار کنم که به مراتب بدتر از ممیزی و سانسور خواهد بود. و دیگه اونجا هنرمند نمیتونه دیگه تعهد خودشون نسبت به جامعه عمل بکنه دیگه. خب خانم فرمانی شما وارد بحث بشید. بله، من خواستم بگم که آقای جوانلو، خواهش میکنم، یه چیزی که وجود داره اینه که من احساس میکردم با تغییراتی که ایجاد شد شاید مهربانی بیشتری در حق خانه پدری بشه. خانه پدری توی جشنواره شرکت کرد که امسال من فکر میکنم این بهانه‌ای بود برای اینکه خانه پدری کنار گذاشته بشه از بخش مسابقه. من گاهی فکر میکنم که بعضی از کارگردان‌ها مثل آقای عیاری عزیز یه حقی به گردن سینما دارن. درست. که اگر هم حتی قانونی وجود داره که من حالا خیلی بهش اعتقادی ندارم، حالا اعتقاد من خیلی مهم نیست، خوبه که اشکال نداره بگن که به خاطر حقی که آقای عیاری به این سینما، به گردن این سینما داره، ما امسال استثناء قائل بشیم و فکر کنیم که خانه پدری آبروی جشنواره خواهد بود. و من واقعا به عنوان یه بیننده، نه به عنوان کسی که توی این فیلم بازی کرده، فکر میکردم که خب اگر قرار تغییری ایجاد بشه، من امسا خیلی فیلم دیدم برخلاف حالا سالهای دیگه، یه ذره واقعا ناامید شدم. یعنی فیلمی که خیلی دست همشون درد نکنه، همه خسته نباشن، همه همکارای من، ولی واقعا دلم سوخت که خانه پدری نیست. غیر از این که حالا داوری نمیشه، حق آقای عیاری خورده میشه، خیلی آدم های زیادی توی این فیلم کار کردن که 3 سال منتظر بودن. من وقتی توی سینما عصر جدید فیلم رو دیدم، خیلی که نمی دونستن فیلم تو بخش مسابقه نیست، اومدن و گفتن که خب یعنی سیمرغ دیگه رفت سمت خانه پدری دیگه.
حالا اصلا بحث سیمرغ نیست، بس اینه که یک احترامیه. بله احترام که من من اولش گفتم، گفتم اون آیین‌نامه هستش. ولی آقای عیاری جزو فیلمسازایی هستن که من اعتقاد دارم اصلا فیلم بد ندارن و واقعا یکی از رکنای سینمای ما. بله این که قبول. ای کاش در حق آقای عیاری این گذشت رو میکردن، اعلام میکردن اصلا، میگفتن ما استثناء قائل میشیم به این دلیل و فیلم آقای عیاری. خب آخه ایشون جزء داورا هم هستن. خب نه دیگه، ایشون میتونستن جزء داورا نباشن. خب به هر حال آره، پس اینو میشه لااقل بهانه قرار داد که چون دیگه خب نه دیگه این بهانه یه ذره خیلی بدتر بود آقای گملی. یعنی من خودم مثلا احساس میکردم آقای خانه پدری رو گذاشتن کنار، بعد گفتن که آقای عیاری خب شما بیایید داور بشید. حالا آقای عیاری انقدر مناعت تب دارن، انقدر من مطمئنم که این حرفا رو خودشون نخواهن زد، شاید اصلا انقدر آدم رهایین به این چیزا فکر نکنن، ولی من اونقدر هنوز رها نیستم و انتظار دارم و توی فیلم کار کردم که فیلم خیلی خوبیه و آره دلم میخواست واقعا من داوری بشم. درست. یعنی وقتی که همه میبینن فیلم رو میگن که همه بازیگرا توی این فیلم خوبن، بله خب منم حقم بود که داوری بشم، به خصوص اینکه حالا مثلا من حالا نمیدونم چقدر کارنامه منو میدونید، من بازیگری ام که خیلی گزیده کار کردم. درست. و خیلی جاها بوده که حالا این از این از این دست اتفاق افتاده، ولی به این فیلم من امیدوار بودم. و کسانی که تصمیم گرفتن برای خانه پدری، برای سرنوشت 30-40 نفر تصمیم گرفتن. درست. نه فقط یک کارگردان و یک فیلم. ببین از زاویه نگاه شما حق با شما هست، اما بپذیریم که خانه پدری فیلم حساسی شده بود تو این 2-3 سال اخیر و از این جهت که بهره نمایش در اومد فکر می‌کنم خب این بهتر نیست آقای گبلو، الان همه میگن که بهترین فیلم جشنواره خانه پدریه، این من فکر می‌کنم خیلی بدتر. حالا نظر شماست، من نمیدونم حتما نخواهد، من مطمئنم. شما آقای عیاری بحثی دارین، دوست داشتین تو بخش مسابقه باشین یا نه؟ بله ترجیح میدم. شما که جایزتون رو سالهای سال از سینما ایران میگیرین، از مردم میگیرین. نیست که به دنبال سیمرغ باشم، واقعا به دلیل همون حرفایی که خانم فرهانی زدن، یعنی یک گروهی در حدود 40 نفر که عمدتا جوان و فکر میکنم که به حق سودای سیمرغ میتونستن داشته باشن و این فیلم هم شانسی داشت برای چند تا سیمرغ حداقل. درست. بپردازیم به خانه پدری یه مقدار، در داستان روایتش تقریبا از سال 1310 اینا میشه که قصه شروع 1308 قصه شروع میشه تا میرسه به امروز. این قصه و روایت رو بر اساس یک نگاه خاص و ویژه انتخاب کردیم که از سالهای 1308 شروع بکنید تا به اینجا برسید. چرا اصلا مستقیما نرفتید به فضای امروز؟ خب واقعا داستان فیلم به نظر من بهانه است برای اینکه چند نسل مرور بشن و این میتونست به نحوی اهمیت خاصی داشته باشه و چیز کنه، یعنی تماشاگر رو در معرض قضاوت ثانوی قرار بده. اون یک مورد، یک داستان و یک مسیر دیگری میشه که ایراد نداره، حتما هم اون ارزش‌های خاص خودش میتونست داشته باشه. به این شکل نگاه کردم. درست. در درجه اول این موضوع در طی چیزی نزدیک به 4 دهه یا نزدیک به 4 دهه در ذهن من بوده، بر اساس واقعی که در اهواز حدود سالهای فکر میکنم 55-6 یا من این داستان واقعی نه این داستان بر اساس یک واقعی هست. بله همین تمی که به هر حال دغدغه این فیلم هست و بعد در طی این دوران بسیار تغییر شکل داد بدین گونه که ده ها مورد مشابه رو من تجربه کردم، دیدم و هر بار این داستان از یمین به یسار میرفت، شکل پیدا میکرد، شکلهای مختلف پیدا میکرد و دست آخر در سال 1389 که فیلم برداری آغاز شد این فرم رو تشخیص دادم که میبایستی به سمت سوی اون برم، یعنی چند نسل این زیرزمین مخوف رو تجربه کنن، زیرزمینی که فقط در آغاز فیلم و خشونتش رو با مهیب در این شکل ممکن میبینیم، ولی در بخش‌های بعدی، یعنی در 4 بخش بعدی یا به عبارتی در 4 اپیزود بعدی هیچ اثری از خشونت و وضعیتی که ما در آغاز این فیلم تجربه میکنیم میبینیم رو تکرار نمیکنه. پس بنابراین این آغاز لازمه این فیلم بود، آغاز اینچنین سنگین در کنار داستان اجتماعی یک روایت سیاسی هم وجود نه به راستی من هیچ علاقه‌ای به این که پا به عرصه مسائل سیاسی بذارم ندارم. اما خب از نگره منتقدین، از نگره شما تماشاگران خیلی طبیعی است که هر کس بخواد یک استنباطی
خاص برای خودش داشته باشه. قبلا در آغاز هر اپیزود تاریخ گذاشته بودم، سال رو بیان میکرد، مثلا سال 1308، بعد در اپیزود دوم حدود 15-16 سال جهش داشتیم و همینطور تا به زمان حال. نگران این بودم که مبادا این سالها بخواد ذهنیت‌های کاملا فرعی و واهی به وجود بیاره، یک عده‌ای به این فکر کنن که مثلا در اون سال چه وقایع سیاسی رخ داده که این کارگردان خواسته به نحوی مثلا اون رو به رخ بکشونه با ظرافت. فقط به دلیل چنین نگاه ثانوی من این تاریخ‌ها رو حذف کردم. بله. خب خانم فرانی، از بازی در فیلم نفرمودید، اشاره نداشت هم بازی شدن با بازی توی این فیلم، که من الان تو جلسه مطبوعاتی هم گفتم هر بازیگری که تو فیلم آقای عیاری بازی کرده از نظر من بهترین بازیشو کرده. چون آقای عیاری خیلی تسلط دارن به این که، حالا من نمیدونم روانشناسی آدم هاست یا چجوریه، ولی غیر از اون تسلطی که حالا به کار خودشون دارن، حساسیت زیادی رو بازی دارن. یکی از دلایل این که فیلم های آقای عیاری اینقدر ریال هست و به زندگی نزدیکه همینه. برای من این شانس خیلی بزرگ بود در کنار آقای عیاری کار کردن، و از اونجایی که من خودم هم این جنس بازی رو خیلی دوست دارم، حالا کمترین چیز رو پیدا می کمترین مشکل رو پیدا می کردیم، ولی به هر حال خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم، هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ بازی. و این چون من به هر حال یه سن دیگه رو هم بازی کردم، این خطر رو داشت که من یعنی خودم نمیدونستم واقعا. خب به هر حال و آقای عیاری اینقدر این در واقع تیز هوش رو داشتن که نذاشتن اصلا من نه صدا سازی بکنم نه اون نقشه، با کمک آقای عیاری دیگه نشست توی من دیگه. امیدوارم که خوب شده باشه. این مقاطع تاریخی مختلف خیلی راحت و یک دست و روان در اومده و نشد گرفته از نگاه آقا عیاریست. خود بازیگی با همبازی ها چطور گفته شدون رو صحبتی با هم داشتین در مورد؟ خب آره طبیعتا ما خب تمرین که زیاد میکنن آقای عیاری، یعنی تمرین که آقای عیاری اونقدر برداشت میگیرن تا به برداشت اوکی برسن، و برشون واقعا مهم نیستش که این برداشت صدومین برداشت باشه، حالا معمولا ندارن اینجوری، ولی همش روی به خاطر بازیه، به خاطر میزانسن های درست، حرکات درست. و خب آقای رجبی که قبلا با آقای عیاری کار کردن، خب بیشتر میدونستن که ایشون چی میخوان. من آقای رجبی بیشتر حالا با هم بازی داشتیم، بقیه را من خیلی نمیشناختم. به هر حال این در واقع همکاری بین ماها وجود داشت با هدایت ایشون، و من خیلی خوشحالم واقعا. یعنی از حضور در این فیلم خیلی خوشحالم به خاطر قرار گرفتن در این مجموعه که از فیلم های خیلی خوبه ایشون. از با خانواده هاشمی دیگه با اینها همراه شدید، مهدی و ناصر رو چطور با آقا مهدی هاشمی و برادرانشون؟ خب در درجه اول خیلی خوب و ارزشمند هستن و خیلی بدیهی است که انطباق فیزیکی چهره یک بازیگر با نقشی که ترسیم شده براش برای من مهمترین اصله. یک بازیگر رو در درجه اول به دلیل استعدادش یا به دلیل اخلاق خوب پشت صحنه‌اش انتخاب نمی‌کنم، به سمت سوی چیزی میرم که حکم فیلم نام است. این انطباق فیزیکی مهمترینه. خب حالا شانس بیارم در درجه دوم آدم با استعدادی باشه و در درجه سوم پشت صحنه رفیق باشه. در روزگار غریب هم که با آقا مهدی هاشمی استفاده کردی برای همین اساس ایشون من فکر می‌کنم بهترین دکتر غریب ایران هست. بهترین دکتر غریب ایران هست. خب آقای عیاری، در مورد اون بحث اجتماعی که کردید می‌خواستم یک نکته دیگر رو ذهنم بود یادداشت کردم اینجا که بپرسم. ببینید وقتی ما یه فیلم اجتماعی می‌پردازیم، بعد می‌خوایم به یک تاریخ امروز هم توجه بکنیم، حتما بر اساس یک تحقیق و پژوهش و مطالعه باید باشه. گاهی این انتقاد به یک فیلم سری رو خلق بکنن خیلی سعی نمی کنن تحقیق جامع و کاملی داشته باشن، لازم تاریخی یا لازم تاریخ مذهبی یا تاریخ اجتماعی، و بیشتر نگاه های شخصی خودشون رو در یک اثر اجتماعی دخالت میدن. چقدر به این قضیه شما اعتقاد دارید و تو این اثر چقدر مرتبط بودید؟ خب این خیلی خوب است که نگاه شخصی حاکم باشه، ولی خب
همین یعنی نگاه شخصی اگر نباشه خب فکر میکنم شاید فیلم رنگ و بوی دیگری پیدا کنه. من موافق این نگاه شخصی هستم، اما مشروط بر این که فیلم به عمد اگر قرار است که چیزی رو تحریف کنه، بخشی از تاریخ رو جابجا کنه، توجیهی در طی فیلم برش داشته باشه. ولی تحقیق از مسائل بسیار پر اهمیت کارهای من است و تحقیق لزوماً به معنای نفوذ و رسوخ به تاریخ نیست. برای ساده ترین و بدیهی ترین چیز هم ممکنه که من به تحقیق بپردازم. خب یک چیزی هست که میگن، البته ممکنه که جا به جا بگم ولی مهم نیست، میخوام به یک اصل اشاره کنم. میگن راننده کامیون که وقتی از کامیون پیاده میشه بره مثلا توی یک رستورانی غذا بخوره تو راه، کتش رو احتمالاً از گردش میگیره و آویزون رو سمت رستوران. راننده اتوبوس های مسافر برای کت رو میخوابنن روی ساعدشون. حتی رعایت یک چنین نکاتی لازم است، به شدت هم لازم است. نه به دلیل اینکه ممکنه تعدادی راننده اتوبوس یا تعدادی راننده کامیون بگن که ما اینجوری کتمون رو حمل میکنیم با خودمون و این رو به عنوان مشکل و نقص فیلم تلقی کنیم. ترجیح میدم تا حد ممکن، تا جایی که لازم است و به فیلم و به منطق فیلم لطمه وارد نکنه، تحقیق کنم و همه چیز اصولی باشه. ولی در جایی که لازمه که تحریف بکنیم به خاطر شرایطی که فیلم داره، خب این کار رو انجام میدم. درسته، این حرف شما درسته، اما شناخت و آگاهی یا شناخت و آگاهی فیلمساز از اجتماع خودش خیلی میتونه کمک بکنه، خیلی میتونه مؤثر باشه. مسلمه. و این یکی از انتقاد حساسیت ها رو خیلی کمتر میکنه، میشه گفت تحلیل درستری نسبت به وضعیت اجتماع مطرح میکنه. قسمتی از فیلم شما و مراسم فرش قرمزتون آماده است، اجازه بدین اون رو نگاه بکنیم و بعد گفتگوی کوتاهی دیگه داشته باشیم. بعد از مدت ها فیلم خانه پدری برای اهالی رسانه در جشنواره فیلم فجر نمایش شد. فکر کنم جز معدود فیلم های جشنواره بود امسال که وقتی بیرون می اومدی احساس رضایت داشتی. خوب بود، فیلم بدی نبود به دید من، فیلم خوبی بود. من اصولا اگه معتقد هستم اگه سه تا کارگردان داشته باشیم توی سینمای ایران، قطعا و بی تردید اولیش کیانوش عیاریه. کار خوبی بودش و مهمتر از همه که قصه داشت، با توجه به که تک لوکیشن بود و سکانس پلان ها هرگز حس تکراری بودن نمیداد، کار خوبی بود، من دوستش داشتم. فکر میکردم قسمتی از فیلم شما رو نمایش میدن ولی مثل اون آماده نبودی، فقط فرش قرمز رو داشتیم. آقای عیاری، در مورد اکران فیلم هم امیدوار هستین و احتمال میدین که به راحتی اکران بشه؟ تو فیلم های قبلیتون هم این مشکل اکران رو داشتید. به هر حال گمان میکنم فرصت این جشنواره و این تعداد زیاد نمایش که احتمالا شامل 34 نمایش بوده، بتونه جریانی رو شکل بده مبنی بر این که این فیلم نه خطرناک است، نه استحقاق توقف داره و نه اینکه میتونه روی روان تماشاگرها اثر منفی بذاره. درست. نمیخوام نق بزنم و بگم که مردم به هر حال ممکنه مشکلات آنچنان سنگین رو تحمل کنن که این صحنه های این فیلم یا کلا خود این فیلم براشون دیگه هیچی نیست. نه، هر فیلمی هم میتونه به نوبه خودش تأثیر خاص خودش داشته باشه، ولی اینقدر نازک نارنجی نیستن تماشاگران. در یک مواردی صحنه های سرشار از شوک رو در فیلم های ایرانی و خارجی من دیدم که حتی مشروعیت نداشتن، دلیل نداشت. به عنوان مثال اشاره میکنم به فیلم اسپانیایی دیگران. خب بله. یک صحنه شوک مرگبار تو این فیلم هست که من دلیل این شوک رو نمیدونم. تماشاگر لذت میبره بعد از اینکه از اون صندلی چند لجب میپره بالا، بعد همه با خنده فضای سینما رو در یک فیلمی که قراره ترسناک باشه مفرح میکنه، همه میخندن و خوششون میاد که اینجور ترسیدن. میشه فیلمو درجه بندی کرد دیگه، مشکل خاصی نداره دیگه. اگر کاملا. بله میشه درجه میشه واقعا سن تماشاگران رو
محدود و مشخص کرد برای این فیلم. به عنوان مثال پیشنهاداتی هم از جانب اعضای شورای صدور و پروانه نمایش صادر شده بود، گفته شده بود که میشه این فیلم رو برای جوانان زیر 16 سال ممنوع کرد. خب من خودم هم هر وقت که فیلم رو برای کسانی نمایش دادم، حتی در نمایشات بسیار محدود، اگر احساس میکردم که ممکنه کسی باشه که سازگار نباشه با روحیه این فیلم، ازش خواستم که این فیلم رو نبینه، بر کنجکاویش غلبه کنه و رها کنه. بله، سرنوشت این فیلم فعلا نامشخص آقای گبرلو، پناه بر خدا. امیدوارم که واقعا این جشنواره چون این فرصت رو به وجود بیاره. درست. ممنون آقای عیاری، سپاسگزارم که دعوت رو پذیرفتید. گفتگوی کوتاهی داشتیم، ان شاءالله مفصل تو برنامه هفت با هم مفصل صحبت بکنیم راجع به سینما و آثارتون. خانم فرانی، شما صحبت پایانی داشته باشید. من همچنان درخواستم از مسئولین اینه که کم مهربانانه تر به فیلم رو نگاه کنن، به این راحتی واقعا برای فیلم رو تصمیم نگیرن، به خصوص فیلم های کارگردانی به این خوبی به خدا خیلی کم ساخته میشه. من فکر میکنم در هر 10 سال یه فیلم اینجور ساخته نمیشه. کمی مهربانانه تر. خیلی ممنون. حالا ما میتونیم از برنامه هفت پیشنهاد بدیم به مسئولین جشنواره که در این فیلم کارگردانی رو کنار بگذارن، به ما بقیه رو ببینم قضاوت میکنن. نه حالا اونو دیگه اون گذشت ازش، ولی شاید این کارو کرده باشن، اکران عمومی بدنه.